از رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آیه رئیسی سلام و عرض ادب. آیه رئیسی، در این روزهایی که دنیای اسلام غرق در سرور و شادی به مناسبت‌های اعیاد بزرگی چون عید قربان و عید قدیر است، وظیفه سایر مسلمانان در قبال کشورهای مصیبت زده ای چون سودان، غزه و یمن چیه؟ بفرمایید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و من هم عرض تبریک و تهنیت دارم خدمتتون اعیاد بزرگ قربان و عید سعید قدیر روز امامت و ولایت رو هم به محضر شما و به محضر همه مسلمانان عالم و تماشاچیان و بینندگان عزیز این برنامه. با کمال تأسف در همونطوری که اشاره فرمودید در این ایام که ایام شادی و فراخ روح و حریت و آزادی مسلمان هاست و جشن و سرور هست، شاهد جنایات و فجایع بسیار بدی در عالم اسلام و در منطقه ما هستیم و این یکی از دردهایی است که واقعا همه اون سرور و جشن رو به آلام تبدیل می‌کنه. این یک واقعیت است که ما تا این سال‌ها شاهد جنگ‌های خانمانسوز و ویرانگر در کل منطقه هستیم، از عربستان تا یمن گرفته، از اسرائیل تا علیه فلسطین و غزه بگیرید، بیایید تا آفریقا و تا شمال آفریقا. این دهه و شاید این دو دهه اخیر و این چند سال اخیر ما شاهد ویرانی‌ها و جنگ های خانمانسوزی هستیم که تمدن اسلامی، آثار تاریخی جهان اسلام و از همه بالاتر جان تمامی مسلمان ها و به ویژه زنان و کودکان بیگناهی که اصلا فارغ از همه مسائل و درگیری ها هستند رو به نابودی کشونده. جهان غرب و استعمار نو با محاسبات زیادی که روی این بحران ها کرده، همچنان به دنبال اون سیطره سیاه دوران استعمار اولیه خودش پس از جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم هست که تا بتونه با این بحران ها به استثمار خودش همچنان ادامه بده و قارت کشورهای و منابع و ذخایر کشورهای مسلمان از جمله آفریقا رو داشته باشه. سودان سوم کشور بزرگ آفریقایی است و دومین کشور بزرگ جهان عرب هم محسوب میشه. این کشور دستخوش حوادث خیلی بدی شد، به خصوص در سال 2011 که تبدیل به اون دو کشور سودان جنوبی و سودان شد و جنگ های داخلی ناپایدار و درگیری های حوزه سیاسی و دیپلماسی به شدت این کشور رو در تنگنا و فقر و فلاکت فرود. شما حتما مستحضر هستید که سودان یکی از کشورهای نفتخیزه و اتفاقا درآمد نفتی خوبی داشته. من یه آماری داشتم که این کشور قابلیت تولید 1,815,000,000 کیلووات ساعت انرژی الکتریکی داره و داره اندوخته های سرشار سنگ آهن هست، نفت هست، مس، روم، نقره و طلا و امثال اینها. اما علی‌رغم همین ها این جنگ هایی که الان وجود داره و به راه انداخته شد، از یک طرف نظامیان و سلطان، از یک طرف گروه های شبیه نظامی، از یک طرف اون جریانات متحجرانی مثل بوکو حرام و تحت سیطره داعش، همه اینها این کشور غنی رو به یک روز سیاهی نشونده که امروز مشاهده یک فجایع بسیار زشت و غیر قابل تحملی هستیم که از جمله همونطوری که در گزارش همکار شریفتون اومد، مسئله کشتار و ظلم مضاعف به این کودکان بیپناه هست و اون حجم گرسنگی. اما اینکه جهان اسلام و مردم اسلام چه باید بکنن، واقعیتش اینه که دوست اهرم رو باید الان به کار ببرن. ما یک اقدام فوری داریم که جهان اسلام در این ایام به خصوص مبارک و میمون باید هرچه زودتر از سازمان کنفرانس اسلامی و از طریق رهبران کنفرانس کشورهای اسلامی همه آنها رو جمع کنم و اقدامات فوری برای کمک رسانی های فوری برای جبران
مواد غذایی و نیازمندی های دارویی و غذایی و روزمره این مردم رو داشته باشن. اما به این فایده باید در صحنه بین الملل با قدرت بیشتری ظاهر بشن و در سازمان ملل و سازمان های زیرفتی که میتواند کنترلگر این همه وحشیگری باشد رایزنی های قوی داشته باشن و حرکت های اقدامات مثبتی بکنن و حتی آنجا که لازم است اقدامات بازدارنده در برابر پیشروی ها و سیاست های نامایمون جهان غرب رو داشته باشن. بله، با تشکر از رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی که از تهران پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.